totally agree folks, to. Folks, do you have any idea what this clown's doing? Mr. Do you have any idea? Socialized medicine. Mr. President. Well, I tell you what. The question is, the question is, radical left. Will you shut up, man? Who is on your list? دوئل مردان خشمگین بر سر کاخ سفید پیروز مناظره که بود ترامپ یا بایدن در 60 دقیقه امشب ادعاهای دو طرف در مناظره را راستازمایی می‌کنیم آخرین واکنش ها به این مناظره جنجالی را از خبرنگارمان در آمریکا خواهیم شنید و از یک استراتژیست جمهوری خواه و یک طرفدار نامزد دموکرات می‌پرسیم نبرد اول چقدر انتظارات را برآورده کرد همچنین در برنامه امشب اصلا سرفروش ها رو دولت نمیتونه جمع کنه این همه پول اگه بودش واقعا تو مملکت تو دست دولت که نیاز به فروش نفت نبود این سرفروش رو کی میتونه الان جمع کنه سقوط 25% شاخص بورس تهران طی دو ماه در جواب منتقدان دولت میگوید دخالت نمی کنیم اما حمایت میکنیم ادامه جنگ در منطقه قره‌باغ آیا شبه نظامیان سوری به یاری جمهوری آذربایجان آمدند؟ و اشک شوق بعد از دو دهه دوری مشهورترین پیانیست برزیل به لطف دستکش مکانیکی معشوقش را نواخت شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن ده ها میلیون نفر در آمریکا بیشتر از آن که شاهد مناظره انتخاباتی باشند دو گلادیاتور را دیدند مسلح به زبانی تند و زهرآگین هر کدام به قول فردوسی با سری پر زکینه دلی پر ستیز این مناظره پر مشاجره بیشتر از اینکه نمایش برنامه‌های دو نامزد باشد صحنه‌ای برای حمله‌های شخصی شد به اندازه‌ای که بعضی آن را زننده و نچندان سرگرم کننده توصیف کردند شاید همین نشانه‌ای باشد از شکاف عمیق میان دو نامزد که مرز آن با دشمنی چندان روشن نیست انتخابات در آمریکا همیشه فصل تقابل دو طیف از جامعه بوده ولی این میزان از مشاجره و تنش کم سابقه است چرا کار رقابت ها به اینجا کشیده؟ در هر صورت آیا می توان برنده ای برای این مناظره یافت؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم اول گزارشی از هادی نیلی. تا اینجای فصل انتخاباتی آمریکا این مهمترین لحظه کارزارهای دو نامزد اصلی بود که بی واسطه رو در روی هم ایستادند یا شاید درستر باشد بگوییم پنجه به پنجه هم. یک ساعت و نیم مناظره پرتنش که از همون نخستین دقایق متشنج شد. اینجا نیومدم که دروغ‌هاش رو معلوم کنم. همه میدونن این دروغه. فقط میخوام مطمئن بشم که تو دروغ میگی. توی کلاست آخر شدی، اول نشدی. آقای رئیس جمهور میشه بذارید طرفش رو تموم کنه؟ نمیدونه چی کار کنه. سراغ آدم اشتباهی اومدی در شب اشتباهی و در یک زمان اشتباهی. مسئله اینه که همین الان چپ‌ها رو از دست داد. کسی میدونه این دلغک چی کار میکنه؟ میشه خفشی؟ دو نامزد به خصوص دونالد ترامپ چند برابر آنقدر در حرف همدیگر پریدن که مجری کارکشته فاکس نیوز بارها ناچار شد صدایش را بلند کند تا بلکه بتواند نظم جلسه را حفظ کند که ناکام بود. فکر کنم خدمت بهتری به کشور شده باشه اگه به هر دو نفر اجازه بدیم حرف بزنن با قطع شدنهای کمتر. از شما درخواست میکنم آقا. اون هم همینطور؟ خب راستش شما بیشتر حرفیشون رو قطع کردید. باشه ولی اون هم خیلی قطع کرد. نه کمتر از شما. دونالد ترامپ یک جا گفت که در واقع دارد با مجری مناظره میکند. رئیس جمهوری آمریکا تلاش میکرد از عملکرد اقتصادیش دفاع کند. مسئله ای که نزد افکار عمومی آمریکا برایش یک نقطه مثبت است. وقتی بازار سهام بالا بره این یعنی شغل، یعنی صندوق بازنشستگی. اگر تو یه روزی رئیس جمهور بشی با فکرهات میخوای قانون مالیاتی من رو منحل کنی. در اون صورت بازار خراب میشه. نصف شرکت ها که ریختند اینجا میذارن میرن. و خیلی دیگه از شرکت‌ها میرن جاهای دیگه. بعد از ماه‌ها اعتراض‌های گسترده به برخوردهای نژادی و ناآرامی و خشونت در برخی شهرها، این مسئله هم در مناظره مطرح بود. یه بی‌عدالتی سازمانی در این کشور هست. در آموزش، در اشتغال و در نیروی انتظامی و نحوه اعمال قانون. ولی ببینید اکثریت بزرگی از مامورای پلیس مردا و زنای خوب، شریف و محترمی هستند.
جونشون رو هر روز برای مراقبت از ما به خطر میندازن. ولی آدم‌های بد هم هستن و باید ازشون حساب کشیده بشه. حرف به گروه های نژادپرست که کشید، با وجود پرسش مکرر مجری مناظره، دونالد ترامپ باز هم از محکوم کردن صریح چنین گروه هایی تفره رفت. من میگم تقریبا هر چی که میبینم از چپ افراطیه، نه از راست افراطی. خب چی میگی؟ حاضرم هر کاری بکنم. میخوام آرامش باشه. پس انجام بدید. آره، بگو. میخواید بهشون چی بگم؟ یه اسم بده، یه اسم بده، زود باش. معتقدان به برتری سفیدها و شبه نظامی‌های دست راستی. روح پراد بویز، عقب بایستید و منتظر بمونید. ولی بهتون میگم چی؟ یکی باید یه کاری درباره آنتیفا و چپ‌ها بکنه، چون این مشکل از راست افراطی نیست. طبق نظرسنجی‌ها فقط چند درصد گفته بودند این مناظره ممکن است بر نظرشان تأثیر بگذارد. با این حال ده ها میلیون نفر آن را تماشا کردند و چه بسا که از نظر شمار بینندگان رکورد هم شکسته باشد. تا اینجا در نظرسنجی ها جو بایدن از دونالد ترامپ وضعیت بهتری داشته. رئیس جمهور آمریکا در این مناظره هم باز حاضر نشد بگوید نتیجه انتخابات را میپذیرد، آرای پستی را زیر سوال برد و گفت حتی ممکن است تا ماه‌ها بعد از انتخابات نتیجه معلوم نشود. ولی رقیبش جو بایدن از رای دهندگانش خواست که امیدوار بمانند. حاضر بشید و رأی بدید. شما نتیجه این انتخابات رو معلوم می‌کنید. رأی بدید، رأی بدید، رأی بدید. اگه میتونید در ایالتتون رأی زود هنگام بدید. اگه میتونید حضوری رأی بدید. هر طور که براتون بهتره رأی بدید. چون این نمیتونه نظر شما نتیجه این انتخابات رو تعیین کنه. مناظره همچنان در فضای متشنج و پاره پاره‌ای پایان گرفت. شاید تجسم وضعیتی که رأی دهندگان آمریکایی با آن مواجهند. جهان سیاسی دو قطبی، دو نفر که درباره هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز نقطه اشتراکی نشان نمی‌دهند و حتی اعمال توافق‌های قبلی درباره زمان صحبت کردنشان هم کار پرچالشی است. هواداران هر یک نامزد خودشان را پیروز می‌بینند. از جمله در یک مهمانی هواداران دونالد ترامپ در شهر کیتی، ایالت تگزاس. ترامپ بایدن رو پاره پوره کرد. بایدن اصلا نمیفهمید چی داره میگه. بعد اون به رئیس جمهورمون چند دفعه میگه ساکت. مسخره است. و اینجا در پایتخت آمریکا که اغلب اهالی شهر حامی دموکرات‌ها و نامزد این حزب جو بایدن هستند. من میگم بایدن تونست به خودش مسلط بمونه. خیلی بهتر از ترامپ. ولی به نظرم هر دو نامزد میتونستن بهتر از این عمل کنن. دو مناظره دیگر بین دو نامزد اصلی انتخابات باقی مانده و یک مناظره هم بین همپاهای انتخاباتیشان که در صورت پیروزی معاون رئیس جمهور می شوند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. بحث داریم در این باره، گفتگوهای متعددی، ولی اجازه بدید که اول بریم سراغ بهمن کلباسی، خبرنگار ما که واکنش‌ها رو دنبال کرده در نیویورک. از گزارش هم پیدا بود بهمن بیشتر واکنش‌ها انتقادی بوده، درسته؟ دقیقاً، و عناوینی مثل سرفکندگی و آبروریزی ملی رو هم به خودش اختصاص داده در این کمتر از 12 ساعتی که پایان پیدا کرده این مناظره و بیشتر از 12 ساعت. و خود آقای بایدن هم چند دقیقه پیش یک کنفرانس خبری داشت و گفت این یک نوع آبروریزی ملی بوده که ما در این شرایط نتونستیم با مردم و شهروندان درست در مورد برنامه‌مون صحبت کنیم که اونها بتونن انتخاب کنن. البته از دید آقای بایدن تقصیر آقای ترامپه، ولی خود او هم دیدیم که در مناظره چندین بار مخصوصاً به آقای ترامپ فوش داد و توهین کرد و بهش گفت که خفه شو. درنچه یک چنین شرایطی رو در مناظره های گذشته در تاریخ آمریکا یا به کل نداریم یا بسیار بسیار نادره. خود کمیته‌ای که برگزار کننده این مناظره ها هستن بیانیه داده، حدود یک ساعت پیش گفته که با توجه به این وقایع دیشب ما باید یه سری امکانات جدید رو اضافه بکنیم به مناظره بعدی. دقیقا نگفتن چه امکانی، ولی خب حدس و گمان هست که یکیش قطع کردن مایکروفون نامزدها باشه در صورتی که از اون وقت دو دقیقه شون فراتر برن یا هی بخوان وسط حرف همدیگه بپرن. ولی فراتر از اون دو قطبی که ما در این مناظره دیدیم، نه فقط در خود جامعه بلکه در رسانه هایی که دو طرف نزدیک هستن هم بسیار خودشون نشون داد. بلافاصله بعد از پایان این مناظره، ارزیابی که مثلا شما در شبکه فاکس که نزدیک، شبکه خبری فاکس که نزدیکتر هست به آقای ترامپ و از او حمایت میکنه، در مقایسه با CNN از زمین تا آسمان بود و مثل اینکه دو کشور متفاوت هست این طرفداران. اگر مثلا یک کلیپی داریم که
از مجری شبکه فاکس هست رو الان با هم ببینیم، یه تصویری میده از تفاوتی که بین این دو قطب وجود داره الان. نخستین مناظره تمام شد و جو بایدن بسیار ضعیف، سست و حواس پرت و گاه عصبانی در برابر رئیس جمهوری ترامپ ظاهر شد و کم آورد. بایدن حاضر نشد به پرسش‌های بنیادین و انتقادهای رئیس جمهوری پاسخ بده. خسته و بدخلق به نظر می آمد. شاید از وقت خوابش گذشته بود و به یک چرت نیاز داشت. در مقابل خبرنگار مجری شبکه CNN رو وقتی نگاه بکنیم و کلن کسانی که در اون شبکه ارزیابی میکردن بلافاصله بعد از این مناظره، بیشتر این بود که اصلا آنچه که ما دیدیم مناظره نبود و تقصیر این وضعیت هم به گردن آقای ترامپ هست و مخصوصا بسیار بهش حمله کردن به خاطر اینکه حاضر نشد محکوم کنه گروه های نژاد پرست رو در آمریکا. یکی از بخش های صحبت های مجری معروف شبکه CNN رو با هم ببینیم. That was the worst debate I have ever seen. In fact, این بدترین مناظره ای بود که به عمرم دیدم. اصلا نمیشد اسمش رو مناظره بذاری. یک رسوایی خفتبار بود و تقصیر این وضع عمدتاً به گردن رئیس جمهوری ترامپه که همش حرف جو بایدن رو قطع میکرد، قوانین مناظره رو رعایت نمیکرد، دروغ میگفت و به پسر آقای بایدن حمله کرد. حتی حاضر نشد گروه های سفیدپوست نژادپرست فاشیست در آمریکا رو محکوم کنه. بحث در مورد اینکه کدام برد و کدام باخت زیاد خواهد بود، ولی قطعا مردم آمریکا بازنده ی این مناظره بودند. I will talk about who won the debate, who lost the debate, but I can tell you one thing for sure. The American people lost tonight. بله، اشاره شد که این مردم آمریکا بودند که بازنده بودند، ولی در نهایت صرف نظر از همه انتقادها، اگر این دو فرد رو رو در روی همدیگه دیدیم، آیا میشه گفت که یکی از اونها ممکنه دست بالاتر رو داشته؟ یه سری نظرسنجی علمی بلافاصله بعد از مناظره انجام شده، 4 تاشو که من دیدم دسته که همه نشون میداد که آقای بایدن از دید اونهایی که نگاه کردن بهتر عمل کرده از دید بینندگان. ولی در 4 سال پیش هم هر 3 مناظره که خانم کلینتون با آقای ترامپ انجام داد، بازم خانم کلینتون رو نظرسنجی‌ها نشون میداد که معتقد بودن اونایی که دیده بودن که بهتر عمل کرده. اون مساوی با پیروزی خانم کلینتون نشد، همینطور که میدونیم. در نتیجه این نظرسنجی‌ها رو نباید مساوی دونست با اینکه الزاماً کسی که درش بهتر عمل میکنه از دید اونایی که نگاه کردن الزاماً در انتخابات پیروز میشن. ولی باید یادمون باشه که قبل از ورود به این مناظره بر اساس نظرسنجی‌های ملی و ایالتی آقای بایدن دست بالا رو داره. حالا بسته به اینکه به کدومشون نگاه کنیم، بعضی 6-7% به صورت متوسط در سطح ملی و در ایالت‌های حساس هم 2-3-4-5-6% جلو هست. در نتیجه برای آقای بایدن حفظ وضع موجود اولویت داشته که این معادله و این بالانسی که الان وجود داره به هم نخوره. برای آقای ترامپ اولویت این بود که بیاد در این مناظره و به هم بزنه اون تعادلی که وجود داشته به نفع آقای بایدن رو. و اگر نگاه بکنیم بعد از این ارزیابی که انجام شده، نه فقط از سوی رسانه‌های دو طرف بلکه افکار عمومی، مشخصه که اتفاق خاصی نیفتاد در این مناظره که معادله رو به هم بزنه یا یک ضربه کاری محسوب بشه که آقای ترامپ زده باشه به آقای بایدن یا برعکس. در نتیجه در حفظ وضع موجود آقای بایدن موفق بوده و همچنان احتمالاً در نظرسنجی‌ها جلوست. به همین جهت باید با این نگاه اگه به قضیه نگاه کنیم که وضع نسبت به روز قبل از مناظره تغییر چندانی نکرده، برای آقای بایدن روز بهتری بود، شب بهتری بود تا آقای ترامپ. متشکرم از همکارم بهمن کلباسی در نیویورک با ما. اولین مناظره دو رقیب اصلی در انتخابات آمریکا برای خیلی ها در این کشور نومید کننده بود. اشاره شد به این موضوع، دو طرف رفتارشون طوری نبود که مردم رو به آینده امیدوار بکنه. اما کسرا ناجی میگه که در موارد متعدد اونها به خصوص آقای ترامپ ادعاهای نادرستی مطرح کردند و از امتحان راستی آزمایی سربلند بیرون نیامدند. در آمریکا فقط حدود 10% از مردم در این چند هفته‌ای که به انتخابات مانده هنوز نمی‌دانند به کی رأی خواهند داد و مناظره دیشب بعیده که اونها رو متقاعد کرده باشه. ده‌ها میلیون نفر در آمریکا دیشب اولین مناظره دو طرف رو تماشا کردند، اما برای خیلی از اونها بعضی از صحبت‌های دو طرف یا دقیق نبود یا نادرست و حتی دروغ بود. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
این گوشه ای از مناظره دیشب درباره کارنامه آقای ترامپ در مورد پیامدهای شیوع ویروس کرونا در آمریکا. آقای بایدن اینجا اشاره کرد که تعداد قربانیان کرونا در آمریکا با توجه به جمعیت این کشور بالاترین رقم در دنیا بوده. او گفت آمریکا 4% از جمعیت جهان رو داره و 20% از قربانیان کرونا رو در جهان. حرفی که تنها بخشی از اون درسته. یعنی آمریکا تقریباً 4% از جمعیت جهان رو داره و تقریباً 20% از قربانیان کرونا رو. اما این بالاترین رقم در دنیا نیست. در این نمودار که می‌بینید پرو، بلژیک، بولیوی و چند کشور دیگر و از جمله اسپانیا و بریتانیا سرانه قربانیانشان بالاتر بوده. In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. آقای ترامپ ادعا کرد که قبل از صدمه کرونا به اقتصاد کشور او مسئول بالاترین نرخ رشد اقتصادی در تاریخ آمریکا بوده. حرفی که درست نیست. در این نمودار نرخ رشد اقتصادی آمریکا را از سال 1950 به این طرف می‌بینید. یعنی از 70 سال پیش. که در خیلی از سالها نرخ رشد خیلی بالاتر و در حدود 10% یا بیشتر بوده. امروز بعد از ممنوعیت‌های کسب و کار در ماه‌های گذشته در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ ما شاهد بزرگترین سقوط اقتصادی در تاریخ آمریکا هستیم. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. در همین زمینه اقتصادی جو بایدن ادعا کرد که حتی قبل از شروع پاندمی کرونا اقتصاد کشور سقوط کرده بود، چیزی که درست نیست. اگرچه روشنه که امروز بر اساس آمار رسمی دولت آمریکا تعداد شاغلان در بخش تولید 237 هزار نفر کمتر از موقعی است که آقای ترامپ به قدرت رسید. He is not for any help for people needing health care. در زمینه سیاست‌های بهداشت و سلامت آقای بایدن گفت که در 4 سال ریاست جمهوری آقای ترامپ هزینه سرانه خرید دارو در سطحی بالا باقی مانده. حقیقت اینه که متوسط قیمت داروی مورد نیاز افراد در آمریکا در اوایل دوران آقای ترامپ بالا رفت، بعد پایین آمد و حالا رو به افزایش گذاشته. You agreed with Bernie Sanders, who's far left, on the manifesto, we call it. Manifesto. مناظره دیشب رو کمتر کسی پسندید. اون 10% از رای دهندگان آمریکایی که دیروز نمی‌دانستند به چه کسی رای خواهند داد، احتمالاً هنوز هم مردد هستند. جر و بحث‌ها، صحبت‌های تند و نادقیق و حتی حملات شخصی دو طرف بعیده که مردم آمریکا رو در مورد آینده کشور امیدوار کرده باشه. ممنونم از کسرا ناجی. جنیفر کرن، سخنگوی سابق حزب جمهوری خواه در کالیفرنیا از اوکلاهاما سیتی با ما هستند. خانم کرنز مجری برنامه رادیویی راستگرای آل امریکن رادیو هم هستند. خیلی خوش آمدید به برنامه خانم کرنز. چقدر از عملکرد آقای ترامپ در این مناظره راضی هستید؟ من بسیار از عملکرد پرزیدنت ترامپ راضی هستم. من فکر می‌کنم که او بسیار خوب ظاهر شد. مسلماً هدفش این بود که نشون بده در دورانی که جو بایدن 8 سال معاون رئیس جمهور بود چه کارنامه بدی داشت. بعد از یک تابستان پر از خشونت و پر از تنش، پرزیدنت ترامپ بالاخره تونست به مقابله با مردی بره که یک سری مزدور رو به خیابان‌ها بفرسته و در آمریکا هرج و مرج ایجاد کنه و اون آدم جو بایدن بود. در تمام طول تابستان برای 100 روز آمریکایی‌های معمولی میباید شاهد این خشونت و این هرج و مرج ترسناکی باشند که عامل اونها امثال کسانی بودن که برای جو بایدن کار میکنن، سازمان آنتیفا یا سازمان بلک لایفز مادر. 100 روز طول کشید چو جو بایدن محکوم بکنه این گونه خشونت ها رو. به نظر من مناظره دیروز بالاخره این فرصت رو به پرزیدنت ترامپ داد تا بتونه به مصاف جو بایدن در مقابل افکار عمومی بره. اون اتفاقی که برای جورج فلوید افتاد، منظورتون این هست که طرح و نقشه آقای بایدن بوده؟ No, I don't. خیر، من چنین فکری نمی کنم. ببینید، این گونه اتفاقها می افتند، متاسفانه. اما اون چه که ما از جو بایدن دیدیم، سکوت مطلق بود. ما می دونیم که در زمان بحران،
سکوت به معنای همدستی است. اگه شما محکوم نکنید، این خشونت ها رو محکوم نکنید، این گونه صحبت های پر از نفرت رو، شما بخشی از مشکل هستید. مضاف بر همه اینها، کاملا هریس که معاون جو بایدن هست، عملا گفت که طرفدار این اعتراضات پر از خشونت و این اختشاشاته و حتی گفت که اونها اگر برنده نشن در انتخابات میخوان به خشونتشون ادامه بدن. از نظر من این یک تروریسم داخلی است. من فکر کنم اینها جایی در گفتمان سیاسی آمریکا ندارن و من خوشحال هستم که پرزیدنت ترامپ اینقدر قوی ظاهر شد و به مصاف این حریفاش رفت و من قدردان اون قدرت او هستم. اگه برگردیم به مناظره ها و مبارزات انتخاباتی، از نظر شما تمرکز حزب جمهوری خواه و طرفداران آقای ترامپ در این مبارزات بر چیه؟ استراتژی اونها مشخصا بر چه اصول استواره؟ استراتژی جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات نشون دادن تمام زیبایی ها و بزرگی های آمریکاست به عنوان یک سرزمین فرصت ها که از هر جای دنیا هر کی میتونه بیاد در آمریکا، مثل پدر بزرگ من که هیچی نداشت وقتی داشت بزرگ میشد، اما بعداً به یک آدم خودساختش تبدیل شد. زیبایی این کشور همینه. دموکرات‌ها دارن سعی میکنن چنین بچه‌ای از آمریکا رو از بین ببرن و این کشور رو تبدیل به یک مملکت سوسیالیستی بکنن که همه بر اساس پایین‌ترین و نازل‌ترین مخرج مشترک کار بکنن و کنار بذارن رویاهای بزرگ مالی و اقتصادی خودشون رو. و این آمریکای واقعی نیست. اونچه که ما امروز در آمریکا داریم می‌بینیم یک انقلاب هست، انقلابی که اونها میخوان انجام بدن، برعکس انقلابی است که میخواد ما رو به عقب ببره، انقلابی به جایی ببره که مردم نتونن جرئت بکنن حرف بزنن. الان آمریکایی‌ها میترسن حرف بزنن، از این اختشاشگران در خیابان‌ها میترسن حرف بزنن، میترسن بشنن با خیال راحت توی رستوران غذای خودشون رو بپرسن بخورن، برای اینکه میترسن بلک لایوز مدر یا آنتیفا بهشون توی رستوران حمله بکنه. و اینها جایی در این مملکت ندارن، جایی در یک کشور متمدن ندارن. ما داریم با اینها میجنگیم. ما میخوایم آمریکا رو نجات بدیم و اون چه که شما و آمریکایی‌ها بهش رأی خواهند داد انتخابی بین این دوست. بعضی میگن که خب اینها بیشتر شعاره. مسئله روز آمریکا مبارزه با ویروس کرونا است و آقای ترامپ نتونسته وضعیت رو کنترل کنه. هیچ شکی وجود نداره که ویروس کرونا بسیار مهم هست و میدونید من در نیویورک زندگی میکنم. من خودم کسی بودم که تونستم در طول بهار و تابستون از گزند این ویروس در امون بمانم. ولی فراموش نکنید این ویروس بسیار بحث سیاسی شد و دموکرات‌ها از این بحث ویروس کرونا با این ابزار استفاده کردن که مردم رو تو خونه هاشون حبس بکنن، نه اونطور که دانشمندان داشتن توصیه میکردن. و واقعا بحث مربوط به ویروس کرونا در آمریکا این هست. ولی ببینید اگه شما بخواید راجع به شعار زدگی صحبت بکنید، نگاه بکنید به دوستان جو بایدن. بلک لایوز ماتر داره برمیگرده به آدم ها، میگه که شما حق ندارین بگین زندگی کس دیگه مهم است، فقط زندگی سیاه‌پوستان مهم هستش. اگه اینجوری باشه که خب زندگی همه مهم هستش، اگه شما نگران شعار زدگی هستین، نگاه بکنین ببینین دموکرات‌ها دارن چیکار میکنن، چون جمهوری خواهان نیستن که شعار زدن. در نهایت وقتی نظرسنجی ها رو نگاه میکنیم، عملکرد دیشب آقای ترامپ خیلی بهش کمکی نکرده. همچنان فقط طرفداران آقای ترامپ امیدوارن که این نظرسنجی ها غلط از آب در بیاد، ولی واقعا اینطوره؟ واقعا این نظرسنجی ها ممکنه که باز هم غلط از آب در بیاد؟ من فکر میکنم مانند انتخابات سری قبل در سال 2016 خواهیم دید که این نظرسنجی ها اشتباه هستند. اگه شما نگاه بکنید به نظرسنجی سال 2016، دو هفته قبل از رای گیری ها، همه رسانه ها از جمله فاکس نیوز که خودش متعلق به محافظه کاران هست نفهمیدن قضیه رو که این نظرسنجی ها اشتباه هستند. در 18
اکتبر 2016 همین نظرسنجی ها به گفته رسانه های جریان اصلی می گفتن که هیلاری کلینتون با 18% آرای بیشتر برنده خواهد شد، اما الان که نگاه میکنیم میبینیم که چقدر این اشتباه بود. ولی اینو من میدونم که یک نظرسنجی که بلافاصله بعد از یک مناظره برگزار میشه احتمالاً خیلی نظرسنجی دقیقی نیست و این علم نظرسنجی در آمریکا کلاً خیلی دقیق نیست و ما هنوز این درس را از سال 2016 نیاموختیم. چون شما طرفدار حزب جمهوری خواه هستید، من مایلم یه سوالی هم در مورد عملکرد حزب جمهوری خواه از شما اینطور بپرسم که آیا هیچ نقطه ضعفی رو در حزب جمهوری خواه یا در میان طرفداران آقای ترامپ در این مبارزات انتخاباتی میبینید؟ من فکر میکنم که شب گذشته در جریان مناظرات من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ باید یک ذره با احساس و همدلی بیشتری راجع به بحران کرونا صحبت میکرد. پرزیدنت ترامپ بله یه گامهایی برداشت برای منع سفرهای با هواپیما به داخل آمریکا، حتی از ایتالیا هم اجازه نداد که پروازها وارد این کشور بشن، و ولی خیلی بهش گفتن که نژاد پرسته چون این ممنوعیت رو اعمال کرد، اما او خیلی کارهای مختلف کرد، 100 قلم اقدام مختلف رو انجام داد، ولی اگه انجام نمیداد شاید خیلی ها بیشتر میمردن، شاید 2 میلیون نفر ما کشته میداشتیم. اما به رغم همه اینها من فکر میکنم دیشب در مناظره ها میدونید یه جوری پرزیدنت ترامپ از دستاورداش صحبت میکنه، انگار داره واقعا یه فهرستی رو داره به مردم ارائه میکنه، بعد یه ذره پاش از روی گاز ورداره به جای اینکه بگه دستاورداشی بوده، نشون بده که چقدر همدل هست با کسانی که قربانی این ویروس کرونا شدن. نشون دادن این همدردی با این حساسیت خیلی کمک میکنه که زنهایی که میخوان رأی بدن رو جذب کنه، زنانی که واقعا ناراحت وضعیت فرزندانشون هستن که باید مدارس برن یا نرن. اگه پرزیدنت ترامپ یه ذره خودشو همدل نشون بده با این اقشار آسیب پذیر خیلی بهتر خواهد بود. ممنونم خانم کرنز. جنیفر کرنز سخنگوی سابق حزب جمهوری خواه در کالیفرنیا از اوکلاهاما سیتی با ما. اما نازیلا فتحی پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه از مریلند با ماست. خانم فتحی خبرنگار سابق نیویورک تایمز در تهران هم بودند و کتابی هم نوشتند به نام نبرد تنها، جنگ غریبانه، تلاش یک زن برای ایرانی مدرن. خانم فتحی، وقتی که من با میهمان برنامه صحبت میکردم شما کم و بیش لبخند میزدید، من از ایشون در مورد عملکرد آقای ترامپ پرسیدم، مایلم که از شما در مورد عملکرد آقای بایدن بپرسم. چه ارزیابی میتونید بکنید از عملکرد آقای بایدن در مناظره دیشب؟ والا عملکرد آقای بایدن هم یه خود سخته که الان بخوایم راجبش اظهار نظر بکنیم، برای اینکه همونطور که گزارشگرای شما هم گفتن این نظرسنجی که تا این لحظه انجام شده خب بستگی داره کدوم گروه و چه تلویزیون های این نظرسنجی ها رو کردن، و کسانی که توی این نظرسنجی ها شرکت میکنن اکثرا دموکرات هستن، طرفدار آقای بایدن هستن، در نتیجه این نظرسنجی ها خیلی دقیق نیست. دیروز اتفاقی که دیشب افتاد واقعا آبروریزی مطلق بود. دو نفر مثل بچه با هم دعوا میکردن، حرفای بی ربط میزدن، تهمتهای شخصی میزدن، ولی اینکه حالا واقعا بایدن خوب عمل کرد، خونسردیش رو تا چه اندازه حفظ کرد، تا چه اندازه تونست اون گفتگویی رو که میخواد با رای دهنده ها داشته باشه اون رو حفظ بکنه، اینا خودش تمام مسائلی هستش که باید زیر ذره بین گذاشته بشه. من فکر میکنم که بایدن دیشب چند بار خونسردیش رو از دست داد. حالا آیا این کار رو از روی قصد انجام داد که به رای دهنده ها نشون بده که حریف ترامپ، حریف بددهنی ها و رفتارهای قلدر معابانش میشه یا نمیشه، یا واقعا خونسردیش رو از دست داد زیر سواله؟ ولی در یکی از مواردی که خونسردیش رو از دست داد، اونجایی که بایدن داشت در مورد پسرش صحبت میکرد که دچار سرطان شده و مرده و در ارتش توی جزء نیروهای نظامی هم بوده صحبت میکرد، ترامپ بهش حمله کرد و در مورد پسر معتادش شروع کرد بعد بیرا گفتن، و بایدن کاملا منقلب شد و به دوربین نگاه کرد و گفتش که بله پسر معتادی داره که تونسته بر اعتیادش غلبه کنه. و من فکر میکنم اونجا اون قسمتی بودش که
بسیاری از زنانی که تو این در 10% هستن که هنوز تسلیم نگرفتن به کی رأی بدن، شاید اونها رو داشت خطاب قرار میداد، چون حدود 25% از این 10% که هنوز تسلیم نگرفتن زنانی هستن که طرفدار ترامپ هستن، تحصیلات دانشگاهی ندارن و 4 سال پیش به ترامپ رای دادن ولی الان نمیدونن چجوری رای بدن و ممکنه از این طریق اینقدر مسئله شخص بایدن احساسات اونها رو حقیقت تحت تاثیر قرار داده باشه. دو مناظره دیگه در پیشه. در مورد حالا روش‌های این مناظره حرف و حدیث زیاده که به چه شکل خواهد بود، ولی از مناظره دیشب میشه فهمید که روش و استراتژی آقای بایدن در مواجهه با ترامپ در مناظره ها چگونه خواهد بود؟ ببینید، خیلی جالب بود که بایدن سعی نکرد، در خیلی از موارد دهن به دهن نشد با ترامپ، سعی نکرد دروغایی رو که میگفت دونه دونه جواب بده، لبخند زد، خندید، سرش رو تکون داد، ولی خب به آقای ترامپ گفت خفه شو، گفت خفه شو، دلقک خطابش کرد. نمیدونم جاهایی بوده که خونسردیشو از دست داده یا میخواسته نشون بده که حریف به این قلدر میشه، چون برای خیلی از رای دهنده ها مهم هستش که خب بالاخره کی میتونه حریف ترامپ بشه. ولی من فکر میکنم که خطری که دیشب مشخص شد و بارها و بارها ترامپ این مسئله رو عنوان کرد این بود که مسئله انتخاب بین ترامپ و بایدن نیست، مسئله اینه که رای دهنده ها یا باید ترامپ رو انتخاب کنن یا ترامپ میخواد مشروعیت انتخابات رو زیر سوال ببره. بارها به این مسئله اشاره کرد و اون قسمتی که به گروه های فاشیستی در حقیقت پیام داد که عقب وایسین ولی منتظر باشین، آیا این پیامی بود که اگر بخواد انتخابات رو زیر سوال ببره، آیا میخواد روی این افراد مسلح که توی شهرهای مختلف هستن حساب بکنه، بریزن توی خیابون و به نفعش ایجاد درگیری بکنن؟ من فکر می‌کنم این پیام خطرناکی بود که ما دیشب از مناظره گرفتیم. نظرسنجی‌ها رو که نگاه می‌کنیم کماکان به نفع بایدن هست، درباره‌اش حرف زدیم، ولی در آمریکا خیلی وقتا از سورپرایز اکتبر در آستانه انتخابات حرف زده میشه، گویا اینکه یه اتفاق غیرمنتظره بیفته. ممکنه که یک دفعه فضا به نفع آقای ترامپ تغییر بکنه، این احتمال هست؟ والا 4 سال پیش این اتفاق افتاد، همه رو غافلگیر کرد، هیچ پیشبینی نمیشه کرد. از نظر شما، من چون این سوال رو از میهمان قبلی برنامه پرسیدم، میخوام در مورد آقای بایدن هم بپرسم، نقطه ضعف آقای بایدن در کجاست؟ من فکر میکنم نقطه ضعف بایدن اینه که تعداد کسانی که طرفدار آقای سندرز بودن، کسانی که به چپ تمایل دارن، تعدادشون کم نیست و من مطمئن نیستم که بایدن تونسته اینا رو راضی کنه که میتونه نامزد انتخاباتی اونها و رئیس جمهور اونها باشه. من فکر میکنم بایدن خیلی معتدله، خیلی میانه روه و دیشب هم سعی کرد که فاصله‌اش رو با چپ‌ها و بارها و بارها هم ترامپ سعی کرده که بایدن رو سوسیالیست خطاب کنه، بگه که طرفدارانش سوسیالیست‌ها هستن و کسانی هستن که شلوغ می‌کنن، ولی حقیقتش اینه که بین دموکرات‌ها و رای دهندگان جوان خیلی هستن که به گروه‌های چپ، به ایده‌های سندرز و ایده های چپ تمایل بیشتری دارن. من فکر میکنم که بایدن باید بتونه سیاستی رو که میخواد اجرا کنه بهتر توضیح بده و بتونه اینا رو متقاعد کنه که نیازهای اونها و خواستهای اونها رو هم میتونه جواب بده. و در نهایت وقتی به مناظره دیشب نگاه میکنیم، کمتر انتظارات برآورده شد، به نظر میاد که جامعه بسیار بیشتر از گذشته دو قطبی شده، ولی در زمان مناظره با هیلری کلینتون هم همین روش ها از طرف آقای ترامپ دنبال شد. چطور هست که الان ارزیابی ها این است که این دو قطبی و این شکاف حتی عمیق‌تر از اون دورانه؟ ببینید، من اتفاقا خیلی جالبه که شما به این نکته اشاره کردین، چون من دیشب دائم یاد مناظره ترامپ با هیلری کلینتون بودم که هر وقت که هیلری کلینتون داشت صحبت میکرد، ترامپ میرفت پشت سرش وای میساد و چون از لحاظ جسه فرد بزرگتری بود، بعدها خود هیلری کلینتون هم گفتش که احساس تهدید میکرد و
با این حرکتش سعی میکرد که در حقیقت تحقیر کنه هیلری کلینتون رو. دیشب خب این دو نفر با فاصله با هم وایساده بودن، ولی فکر میکنم چون اون سد جنسیتی زن و مرد بین اینا نبود، ترامپ با گستاخی بیشتری به بایدن حمله کرد، بیتربیتی کرد، رفتارهای زننده و تهمت‌های شخصی زد که اصلا یک رئیس جمهوری مملکت نباید اینطوری صحبت کنه. و این گستاخی کاملا این یک صحنه تئاتر جلوی چشم همه بود. من فکر می‌کنم بزرگترین فرقش اینه که 4 ساله که مردم ترامپ رو دیدن، خیلی از طرفداراش که بهش رأی هم دادن، اتفاقا دیشب توی مصاحبه CNN یه سری گفتن که ما با حرفایی که با ترامپ میزنه مخالف نیستیم، ولی مخالف روش و تون صحبتش هستیم. من فکر می‌کنم اگر بازنده‌ای دیشب بود، البته برنده‌ای نداشت، ولی اگر بازنده‌ای بود احتمالاً ترامپ یک سری از طرفداراش از دست داد. ممنونم از نازیلا فتحی، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در مریلند آمریکا با ما. رئیس جمهوری ایران با وجود تأکید دوباره بر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا و جنگ اقتصادی، خواهان ایجاد فضای امن برای جذب سرمایه‌های خارجی شده. حسن روحانی همچنین گفته که با وجود بحران کرونا، تولید در 5 ماهه اول امسال رشد کرده. این در حالی است که گروه‌هایی از مردم و طیف‌های مختلف سیاسی انتقادهای گسترده‌ای به عملکرد دولت داشتند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. زمانی که انتظارش می‌رفت فرا رسید. بسیاری از اصلاح طلبانی که زمانی از دولت حسن روحانی حمایت می‌کردند، حالا از او به شدت انتقاد می‌کنند. خیلی از محافظه‌کاران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس هم رئیس جمهوری را مسئول تمام مشکلات اقتصادی می‌دانند. لازم می‌دونم تشکر کنم از نمایندگان محترم. حالا مهمترین مشغله آقای روحانی در ماه‌های پایانی کار دولت دفاع از خود است. خب بار اصلی تأمین ارز در سال‌های قبل و گذشته نفت بود و میعانات، گاز و امثال اینها. بعضی از دوستانی که در فضای مجازی اشاره میکنن میگن که قبل از این دولت هم تحریم بوده، حالا هم تحریمه. قبل از این دولت شما میگفتید برخی از مسئولیت به خاطر تحریمه، برخی به خاطر مدیریته. حالا امروز چی میگید؟ آقای روحانی میگوید که دولت در 3 سال اخیر در شرایط جنگی بوده تا تحریم، و کارش از دولت‌های قبلی سخت‌تر بوده. ما در اون شرایط قبل، در شرایط قبل از این دولت، در شرایط روزهای سخت، حداقل دولت 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرده. اون هم نفت با قیمت 120 دلار. اون روزهایی که قیمت آمده بود پایین اوایل سال 92 شده بود 104 دلار. قیمت بالای 100 دلار بوده. در همون شرایط تحریم صادرات نفت حدود 1 میلیون بشکه بوده. بانک‌های ما در شرایطی که امروز هستند نبودند. رئیس دولت بار دیگر از تصویب نشدن لوایح FATF گله می‌کند و می‌گوید در شرایط افت صادرات نفت، حالا بار اقتصاد بر دوش تولید و صادرات غیر نفتی و نقش وزارت صمت در آن کلیدی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت که حالا سکانداری جدید و جنجالی دارد. علیرضا رزم حسینی که دیروز از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، در جلسه که به رئیس دولت این گونه حمله شد. آقای رئیس جمهور، میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده راه بیا برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو. نماینده مجلس بدون اشاره به دیگر مقام‌های مسئول در حکومت، رئیس جمهوری را مسبب به وجود آمدن شرایط بد اقتصادی میداند. ولی جنگ اقتصادی از سال 97 شروع شده. حسن روحانی اما تحریم را دلیل اصلی مشکلات می‌داند. ما ندیم تحریف نکنیم، واقعیت‌ها رو برای مردم بیان کنیم. البته این معناش این نیست که ما در برابر توطئه‌های دشمنان ترسیدیم، عقب نشینی کردیم یا مشکل داریم. اما
شرایط جنگ با شرایط صلح متفاوت، همه باید این واقعیت ها رو بدونن و روش دقت بکنن. در حالی که موضع رسمی جمهوری اسلامی در برابر تحریم ها این است که نظام توان کافی برای مقابله با تحریم ها را دارد، بازارها بی‌اعتنا به مواضع سیاستمداران نوسان قیمت و بی‌ثباتی را تجربه می‌کنند. نرخ دلار به مرز 30,000 تومان نزدیک می‌شود، قیمت سکه 14 میلیون تومان را رد کرده و شاخص کل بورس هم ریزش و نوسان شدید داشته. آقای روحانی که زمانی می‌گفت برای حل مشکل تحریم کلید دارد، حالا تحریم را عامل ناکارایی اقتصاد و ناتوانی دولتش در حل مسائل می داند. کلید او تا حالا نه قفل مجادلات سیاسی داخلی را باز کرده، نه مشکلات سیاست خارجی را. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دولت ایران میگوید در بورس دخالت نمی کند ولی از آن حمایت می کند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته که دولت وظیفه دارد جلو ضرر زدن افراد با نفوذ و شرکت ها و اشخاص حقوقی به سهامداران خرد را بگیرد. این در حالی است که شاخص بورس تهران در دو ماه گذشته بیش از 25% سقوط کرده. هم نمایندگان منتقد دولت هم بعضی از سهامداران دولت را مقصر می‌دانند. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد با این یادآوری که برای خرید و فروش سهام به اطلاعات این گزارش اتکا نکنید و حتما از مشاوران صاحب صلاحیت مشورت بگیرید. روزهای نگران بورس تهران، بازاری که همین دو ماه پیش شاخصهایش به بالاترین رقم در طول تاریخ رسیده بود، ولی از آن زمان یک چهارم ارزشش را از دست داده. شاخص کل بازار بورس که از بهار پارسال تا 19 مرداد امسال 11 برابر شده بود و به 2,078,000 واحد رسیده بود، این هفته تا زیر 1.5 میلیون واحد هم پایین رفت. 28% افت تنها در 53 روز. اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی را مقصر می دانند. سیاست های غلط و برخورد های دستوری با اقتصاد و مداخله های دولت و اقدامات غیر شفاف باعث ریزش شاخص گردید و همین باعث متضرر شدن میلیون ها نفر از سرمایه گذاران گردید. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران وعده داد دولت بدون دخالت در بورس از آن حمایت کند. دولت در بورس دخالت نمی‌کنه، ولی دولت وظیفه‌اش هستش که صیانت بکنه، مراقبت بکنه که حقوقی‌ها و افرادی که اونجا نفوذ دارن نتونن که حرکتی انجام بدن که باعث بشه که مردمی که سهام خرد دارن و سهامشون کوچیک هستش اینا متضرر بشن. ما بارها گفتیم که ما از بورس حمایت میکنیم، از بورس صیانت میکنیم، هیچ وقت هم بورس رو رها نکردیم. این روزها دیگر از صف‌های طولانی مردم برای گرفتن کد بورسی و ورود به بازار سهام خبری نیست. صف‌هایی که یکی از عوامل اصلی رشد سریع بورس بود. خیلی‌ها نگران از تورم، همه سرمایه زندگیشان را وارد بازار سهام کردند و حالا نگران از دست رفتنش هستند. نفر کلیهش رو فروخته و برده تو این کار گذاشت. زندگیم رو فروختم، طلای زنم رو فروختم، یعنی هرچی که داشتم فروختم. حالا پولی که میخواستم باهاش کنه بخرم به خاطر تورم نتونستم باهاش کنه بخرم. به دعوت آقایون دولتی و به دعوت حکومت وارد بورس کردم که حداقل نمیگم سود بکنم، که ارزشش رو حفظ بکنم. جنگ اقتصادی از سال 97 شروع شد. دولت در حالی وعده حمایت از بورس می‌دهد که رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های آمریکا معضل کسری بودجه را تشدید کرده. اصلا سرفروش‌ها رو دولت نمی‌تونه جمع کنه. این همه پول اگه بودش واقعا تو مملکت تو دست دولت که نیاز به فروش نفت نبود. این سرفروش رو کی می‌تونه الان جمع کنه؟ از سوی دیگر رشد سرسام‌آور قیمت دلار و نرخ بالای تورم ممکن است بانک مرکزی را مجاب کند که نرخ بهره را بالا ببرد و سیاست‌های انقباضی پولی در پیش بگیرد. کند شدن روند تزریق پول به بازار می‌تواند به افت بیشتر قیمت سهام منجر شود.
دولت ایران روی رونق بورس و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش حساب ویژه‌ای باز کرده بود، ولی حالا بورس هم به صف مشکلات اقتصادی کشور پیوسته. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ برای چهارمین روز ادامه دارد. هر دو طرف از گلوله باران مناطق غیر نظامی خبر می‌دهند. پشتیبانی ترکیه از جمهوری آذربایجان مناقشه را تشدید کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رفتار ترکیه را غیر مسئولانه خوانده. اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفته که حمایت ترکیه از کشورش فقط حمایت معنوی است. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. کانون جنگ در همان منطقه‌ای متمرکز است که عهدنامه گلستان در یکی از روستاهایش بسته شد. آن زمان روسیه به کمک ارمنی‌ها آمده بود تا از حاکمیت ایران جدایشان کند. امروز ترکیه علیه ارمنی‌ها به کمک آذری‌ها آمده. ارمنی‌ها به عنوان سند حضور مستقیم نظامی ترکیه لاشه جت سوخوی 25 خود را رو کردند که میگویند F-16 ترکیه از پایگاه گنجه بلند شده و آن را در آسمان ارمنستان زده. جمهوری آذربایجان میگوید سوخوی 25 ارمنی ها به کوه خورده. دیشب برنامه 60 ثانیه‌ای تلویزیون روسیه 24 رهبران دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان را از راه دور روبرو کرد. محور حرف هر دو تایید یکی و تکذیب دیگری درباره حضور نظامی ترکیه بود. آذربایجان دستک çok gönüllü şekilde devam ediyor. ترکیه اصلا پنهان نمی کند که پشت جمهوری آذربایجان ایستاده. دیشب برج گالاتا در استانبول و برج‌های دیگری به نقش پرچم جمهوری آذربایجان و شعار یک ملتیم و دو دولت آراسته بود. همزمان رسانه‌های غربی از نیروهای سوریه‌ای خبر می‌دهند که ترکیه برای جنگ به جمهوری آذربایجان فرستاده. یکی از منابع این خبرها مزاحم سلوم است، سخنگوی پیشین یکی از گروه‌های مسلح سوری که آمریکایی‌ها آموزش داده‌اند. خبر او درباره حضور نیروهای سوری زیر فرمان ترکیه در لیبی قبلاً درست از آب درآمده بود. مزاحم سلوم می‌گوید ترکیه 150 تن از این نیروها یعنی سپاه شام را از عفرین در شمال سوریه به جمهوری آذربایجان برده. به هر کدام معادل 1500 تا 1700 دلار دستمزد می‌دهند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا شباب. اما نیروی بزرگتر اینها هستند. تیپ سلطان مراد. نیروهای عرب سوری که فرماندهانشان ترکمانان سوریه‌اند و برای ترکیه در لیبی می‌جنگند. مزاحم سلوم می‌گوید تا 2000 نفر از اعضای تیپ سلطان مراد در حال انتقال به جمهوری آذربایجانند. در این میان اگر قدرتی خارجی باشد که به ارمنستان کمک کند، روسیه است. تنها راه زمینی انتقال کمک روسیه به ارمنستان خاک ایران است. در شبکه‌های اجتماعی این نماها از کامیون‌های غیرنظامی ایرانی پخش شده که به نظر می رسد خودروهای نظامی و جنگ افزار روسی به سوی ارمنستان می برند. ارمنستانا کمک. نهین چی می ده بو؟ رئیس دفتر رئیس جمهور ایران جمهوری آذربایجان را دوست و برادر خوانده و کمک به ارمنستان را تکذیب کرده. جبهه جنوبی جنگ بیخ گوش ایران است. این راکت هم از جنگ در رفته و در چراگاه‌های روستای خلف بیگلو شهرستان خداآفرین در خاک ایران افتاده. عملکرد دولت ایران در برابر جنگ قره‌باغ به کنار، میان مردم ایران، اینکه به جنگ میان دو همسایه‌ای که زمانی بخشی از همین مردم بودند چگونه بنگرند، مناقشه کم نیست. مهرداد فرهمند، بی بی سی. گفتگوی داریم با ریچارد گراگوسیان، مدیر مرکز مطالعات منطقه‌ای RSC در ایروان که همکنون از ایالت رود آیلند در شرق آمریکا با ما هستند. آقای گراگوسیان،
چقدر احتمال داره که این جنگ طولانی بشه با توجه به تجربه‌ای که در سوریه وجود داشته، در لیبی داشتیم و دخالت بعضی از کشورها فراتر از ارمنستان و آذربایجان؟ متاسفانه ما در چهارمین روز یک جنگ مداوم هستیم، عملیات جنگی که با حمله آذربایجان شروع شد. من نگران هستم به خاطر لفاظی‌های ترکیه و حمایت ترکیه از تهاجم آذربایجان. این کاری کرده که آذربایجان نتونه خودش هم بخواد عقب نشینی بکنه. برای همین الان ترک مخاصمه بسیار دشوارتر شده. نه دیپلماسی انگار وجود داره و نه اراده سیاسی. اما سوال بزرگتر فقط این نیست که چقدر این جنگ ادامه پیدا بکنه، بلکه پیامدهای منطقه‌ایش چه خواهد بود. از اونجایی که ترکیه و روسیه در دو طرف مقابل هستند و ایران هم به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای منافع خاص خودش رو داره. بیشتر از 20 سال قبل یک آتش بس اونجا اعلام شد بین دو طرف درگیر بعد از جنگ‌های دهه 90. چرا تا حالا ارمنستان این مشکل رو با مذاکره و دیپلماسی حل نکرده؟ ما می‌دونیم که ارمنستان نه تنها منطقه ناگورنو-قره‌باغ بلکه مناطق وسیع در اطراف اون رو هم در تصرف خودش داره. من زیاد موافق این حرف نیستم. ارمنستان مرتب به روند صلح ابراز پایبندی کرده. حتی امروز هم گفته حاضره بدون پیشرفت مذاکره کنه. اما این جمهوری آذربایجان هست که دنبال دیپلماسی نیست و پشت کرده به مذاکرات و دست به اسلحه برده. اما نکته حرف شما نکته مهمیه. امنیت منطقه قره‌باغ و اون منطقه اطراف قره‌باغ که بیشتر یک نوع اهرمی هستش که ارمنستان برای مذاکرات آینده نگه داشته، فقط بیشتر زمینه هستش برای بازگشت به مذاکرات صادقانه، چون هیچ راه حل نظامی به این درگیری خاص وجود نداره. امانوئل مکرون گفته که با ولادیمیر پوتین میخواد صحبت بکنه در این زمینه. ممکنه که قدرت‌های بیرونی مثل فرانسه و روسیه با ترکیه مثلا کنار بیان و مشکل رو حل بکنند؟ میدونین بحث کنار آمدن و یا رسیدن به تفاهم نیست. ما الان واقعا درمانده هستیم برای اینکه مرگ و کشت و کشتار، زخمی شدن و عملیاتی که به غیر نظامی ها آسیب میزنه ما رو به منطقه رسونده که واقعا باید هر جور شده بین طرف ها به تفاهم برسیم. اما راه حل رفتن رو به جلو نشان دادن اراده سیاسی بیشتر هست. این واقعا لازمه که جمهوری آذربایجان و خود قره‌باغ بشینن دور میز مذاکره با ارمنستان و وارد یک مذاکرات سازنده بشن. این حداقل ها هستش برای پایان دادن به جنگ. اگر رئیس جمهور فرانسه یا رئیس جمهور روسیه بتونن در این زمینه کمک کنن فبها. وقتی به مناسبات بین المللی نگاه میکنیم، به قواعد بین المللی نگاه میکنیم، بسیاری میگن که اون منطقه اشغال شده است از طرف ارمنستان. به نظر شما چی باید از طرف آذربایجان داده بشه به دولت ارمنستان که دولت ارمنستان توافق بکنه با باکو؟ این سوال خیلی خوبیه. به نظر من دولت ارمنستان موضعش همواره این بوده که امتیاز بده و سعی کنه مصالحه بکنه بر سر نواحی اطراف قره‌باغ در ازای مصالحه و دادن امتیازات از طرف آذربایجان. اون چه که ما دنبالش هستیم شراکتی هست برای صلح. اما میبینیم که دولت ارمنستان حتی در بدترین اوج جنگ خواستار بازگشت به دیپلماسی بوده. اما مضاف بر اینها دادن امتیاز و مصالحه چیزی است که همه طرف ها باید این رو بپذیرند. حتی نخست وزیر ارمنستان گفته که
میخواد از یه راه حلی حرف بزنه که قابل قبول برای همه باشه، هم اهالی آذربایجان هم اهالی قره‌باغ. این خودش یه حرف بسیار سازنده هست و این امید رو ایجاد میکنه که به راه حلی ما برسیم. ولی در بیشتر از 20 سال گذشته به چنین راه حلی نرسیدید. Well, in many ways we've seen بله، از خیلی جهات ما یک وضعیت میبینیم که در ذات خودش تناقض داره، وضعیتی که هیچ کدوم از طرفین همزمان اراده سیاسی چون نشون ندادن. بعضی موقع ها ارمنستان، بعضی موقع ها آذربایجان تمایل بیشتری به دیپلماسی نشون دادن، اما نه همزمان. اما من فکر میکنم الان دیگه بهانه‌ای وجود نداره، الان دیگه تحمل برای ادامه جنگ نیست، راه دیگری به جز بازگشت به مذاکرات وجود نداره. چه در 20 سال گذشته باشه، چه در 20 ساعت گذشته، من فکر کنم همون چالش ها وجود داره. همه باید تعهد واقعی خودشون رو به دیپلماسی نشون بدن. معلوم ما هم یه ذره کلافه هستیم به خاطر نبود رهبری و ابتکار عمل در این جنگ. متاسفانه این آینده و امنیت غیر نظامیان هست که اینجا واقعا در گرو یک راه حله. ممنونم از ریچارد گراگوسیان، مدیر مرکز مطالعات منطقه‌ای IRC از رود آیلند آمریکا با ما. یک رهبر ارکستر و پیانیست معروف برزیلی که سالها به خاطر بیماری نمیتونست با دو دست پیانو بزنه، با کمک فناوری توانست این کار رو انجام بده. ژوآو کارلوس مارتینز 22 سال نتونسته بود با دو دست خودش پیانو بزنه، ولی سرانجام با یک دستکش مکانیکی تونست قطعه ای از باخ رو بنوازه. ذاتی بسیار احساسی برای کسی که عاشق پیانوی خودش بوده. ممنونم از اینکه این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت BBC فارسی دنبال بکنید، ببینید و همینطور به کانال ما در یوتیوب سر بزنید.